مطمئنم تا حالا شده که از خودتون بپرسید چطوری میتونم مدرس زبان انگلیسی بشم. در این ویدیو میخوام بهت بگم که چطوری میتونی مدرس زبان انگلیسی بشی و در آخر ویدیو میخوام به چند تا سوالی که در این مورد هست پاسخ بدم. مثل اینکه آیا برای مدرس شدن حتما باید مدرک آیلتس داشته باشم یا نه؟ فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوی اصلی، یادتون نره که حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو چنل من بشید و اگر دوست داشتید زنگوله کنارش هم روشن کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردم بیایید و ویدیو رو ببینید. بریم سراغ ویدیو. برای اینکه مدرس زبان انگلیسی بشید، خب طبیعتاً قبل از همه چیز شما باید زبان انگلیسی بلد باشید. اول میخوام از داخل ایران شروع کنم، بعدش بریم به سطح بین المللی. برای اینکه در داخل ایران یک مدرس زبان بشید، چی لازم دارید؟ شما میرید و در یک آموزشگاه زبان ثبت نام میکنید و بعد از گذشت چند سال به مهارتی که در زبان انگلیسی میخواستید برسید. اما اون موقع تصمیم میگیرید که میخواهید مدرس زبان انگلیسی بشید و برای خودتون یک شغل انتخاب کنید. خب معمولا بعد از پایان دوره آموزش زبان، آموزشگاه های زبان یک دوره TTC برگزار میکنند. دوره TTC چیه؟ TTC Teacher Training Course، یعنی همون دوره تربیت معلم. در این دوره به شما یاد میدن که چطوری مدرس زبان انگلیسی بشید. بعد اینکه دوره TTC رو گذروندید، آموزشگاه زبان به شما یک مدرک TTC میده. اما اعتبار این مدرک بستگی داره که شما کجا مدرک TTC رو میگیرید. اگر اون آموزشگاهی که خودتون یاد گرفتید اونجا دوره TTC رو میگذرونید، خب طبیعتاً فقط اونجا میتونید تدریس کنید. بعضی از مدرک‌های TTC خیلی معتبر هستن، بعضی هاشون هم در سطح همون آموزشگاه هستن. خب آیا بازم مدرک TTC حتماً مهمه که تدریس کنید یا نه؟ جوابش نه هست. شما میتونید در خیلی از مؤسسات در سطح شهر تدریس کنید بدون اینکه اصلا مدرک TTC داشته باشید. فرض کنیم که زبان انگلیسی رو خودتون به تنهایی یاد گرفتید و سطح زبانتون هم خیلی خوبه، اما مدرک TTC ندارید. آیا میتونید تدریس کنید یا نه؟ جواب بله هستش. شما میرید در سطح شهر آموزشگاه زبان رو میگردید و درخواست میدید که من میخوام اینجا مدرس زبان بشم و زبان انگلیسی رو تدریس کنم. خب بعضی از مؤسسات این رو قبول میکنن، میگن که بدون TTC بیا تدریس کن، اما بعضی قبول نمیکنن و میگن که حتما باید مدرک TTC آموزشگاه ما رو بگیری، یعنی دوره های TTC ما رو بگذرونی، بعدش اینجا بتونی تدریس کنی. بعضی از مؤسسات هم در سطح کشور هستن که استاد دوره TTC رو از دانشگاه های معتبر جهانی میارن، مثل دانشگاه آکسفورد، که به تبع اعتبار این مدرک، یعنی مدرکی که در آخر دوره میگیرید، از بقیه مدرک ها اعتبارش بیشتره. اگر مدرس زبان شدن در داخل ایران رو بخوام خلاصه بهتون توضیح بدم، اینه که باید سطح زبانتون خوب باشه. از 18 یا 19 سالگی میتونید تدریس زبان انگلیسی رو شروع کنید و اینکه هر چقدر مدرک TTC بیشتری از جاهای مختلف و مؤسسات مختلف داشته باشید بهتره. اما این رو هم بگم که اگر مدرک TTC هم نداشتید، بازم میتونید تدریس کنید. برای گرفتن مدرک TTC هم میتونید به صورت حضوری از شهر خودتون یا شهرهای دیگه اقدام کنید، یا اینکه در گوگل بنویسید گرفتن مدرک TTC و سایت‌های متفاوتی رو واسهتون میاره که میتونید این دوره‌ها رو بگذرونید و مدرک TTC اون سایت‌ها رو یا اون آموزشگاه‌ها رو بگیرید. هزینه دوره هم بین 500,000 تومان تا 1,000,000 شاید هم بیشتر هستش. و حالا بریم سراغ مدرک‌های بین‌المللی و ببینیم که چطوری میتونیم مدرس زبان انگلیسی بشیم، اما این بار در سطح بین‌المللی. یعنی شما در هر کشوری که خواستید میتونید بمونید و اونجا زبان انگلیسی رو تدریس کنید. برای این کار دو تا مدرک معتبر بین‌المللی داریم. اولی TESOL و دومی CELTA. هزینه این دوره‌ها خیلی 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 بیشتر از دوره‌های TTC هستش. چیزی حدود 30,000,000 یا بیشتر. اما اگر این مدرک رو بگیرید، شما میشید مدرس بین‌المللی زبان انگلیسی. اگه یه وقتی خواستید این مدرک‌های بین‌المللی رو بگیرید، فقط کافیه که اسم این مدرک‌ها رو داخل گوگل جستجو کنید تا وبسایت‌ها و مؤسسات معتبر در این مورد رو برای شما بیاره. و اما میرسیم به قسمت آخر این ویدیو که چند تا سوال هست. البته بیشترش رو پاسخ دادم، اما میخوام اینا رو بپرسم و بهتون پاسخ بدم که شما دیگه
چیزی تو ذهنتون در این مورد نباشه. خب اولی، آیا برای مدرس زبان شدن حتماً و حتماً باید مدرک آیلتس داشته باشم؟ جواب خیر هست، چون مدرک آیلتس اصلا ربطی به مدرس شدن یا تدریس زبان نداره. مدرک آیلتس فقط نشون میده که شما سطح زبانتون چقدره. پس پاسخ منفی بود. سوال دوم، آیا برای مدرس زبان شدن حتماً و حتماً باید مدرک توفل که در فارسی میگیم تافل باید اون رو داشته باشم؟ برای این هم جواب منفیه. اگر اینا رو داشته باشید خب نشون میده که سطح زبان شما خوبه. اگر نمره خوبی داشته باشید نشون میده که سطح زبان شما خوب هست و خب بهتر میتونن شما رو قبول کنن. یعنی مشکلی براتون پیش نمیاد. اما خب برای مدرس شدن اصلا اینا لازم نیست. و سوال سوم این که آیا برای مدرس شدن حتما باید وارد دانشگاه بشم و در دانشگاه زبان انگلیسی بخونم؟ برای این هم جواب منفی است. بسیاری از مؤسسات هستن که مدرس زبان دارن اما هیچ کدوم رشته زبان انگلیسی رو نخوندن، در رشته های دیگه تخصص دارن. البته برای این مورد هم میخوام یک ویدیو درست کنم و در اونجا میخوام بهتون بگم که برای این که بتونیم زبان انگلیسی رو در دانشگاه ادامه بدیم باید چیکار کنیم، چه رشته ای انتخاب کنیم و کجا بریم. این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید و مطالب این ویدیو واسهتون مفید بوده. هر سوالی داشتید داخل بخش کامنت بپرسید و اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید. و در آخر اینکه حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو چنل من بشید و زنگوله کنارش هم روشن کنید. تا ویدیوهای دیگه، سی یا.